بسیار مهمه که در کشور منجر به خارج شدن نیروهای آمریکایی و متحدانش از سرزمین با عزت افغانستان شد. خداوند متعال استقلال، تمامیت ارضی، عزت، آقایی، برادری و اخوت را از ملت مسلمان افغانستان نگیرد. شیعیان، سنیان و اقوام مختلف، اقلیت‌ها و اکثریت‌های با هم برادر ساکنان این سرزمین را در پناهش حفظ و حمایت می‌گردانند ان شاء الله. اون چی می‌خواهم عرض کنم این است که نیاز اولیه مردم تأمین امنیت در این سرزمین است. بیش از 40 سال است که در این کشور جنگ بوده، خشونت بوده و ناهنجاری های حاکم بوده. امروز ما خواستار تأمین امنیت در کشور هستیم. حاکمیتی که انشاءالله اعلان میشه، حکومت جدید افغانستان، باید ضامن امنیت جان و مال و عرض و آبرو و حیثیت مردم با عزت افغانستان باشد. تا همه شهروندان در سایه امنیت و آرامی زندگی دور از دغدغه و تشویش و اضطراب و نگرانی ها را داشته باشد. موضوع دوم تطبیق عدالت اجتماعی است. ما خواستار تشکیل حاکمیت مقتدر، منعطف، مقتدر و دور از افراط و تفریط، حاکمیت جامع و شامل و حاکمیتی که همه اقوام و مذاهب ساکن در این سرزمین چهره هایشان را در آینه اون حکومت ببینند هستیم. زنان نیمی از پیکره اجتماع است. حضور و مشارکت زنان در حاکمیت آینده افغانستان در چارچوبه دین یک ضرورت عینی است و ما خواستار احقاق حقوق همگان هستیم و هم اقوام و مذاهب مختلفی که در افغانستان با هم و در کنار هم سالها برادروار زندگی کردن و اخوت و برادری اسلامیشان را تداوم دادن در حاکمیت آینده افغانستان هم انتظار و توقع این است که همه اقوام و قبایل و پیروان مذاهب مختلف اسلامی جایگاه خودشان را در حکومت آینده افغانستان داشته باشند. موضوع مهمی که میخواهم عرض کنم بر رسمیت شناختن مذهب حقه جعفری از سوی حاکمیت آینده افغانستان. علمای بزرگمان در این سرزمین
احترام کامل بگذارم. قانون احوال شخصی اهل تشیع یکی از دستاوردهای بزرگ علمای کشورمان و منادیان اخوت و برادری اسلامی در این سرزمین است. ما از حاکمیت آینده خواستار هستیم که قانون احوال شخصی اهل تشیع با قدرت و قوت خود هم باقی بماند و هم نافذ باشد و هم در مرحله عمل تطبیق گردد. به امید افغانستان سرزمین.